اما آیه‌ای که امر به حجاب کرده خداوند و اطاعت از خدا و رسول خداست چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 31 سوره نور که امشب تلاوت شد که خیلی از بزرگان دین تشویق میکنن، فکر میکنم که حضرت امیرالمومنین عمر بن الخطاب میگه ای کاش که مردان مسلمان به زنهاشون و دختران و مادرانشون سوره نور رو تعلیم میدادن و هر خواهر مسلمانی سوره نور رو حفظ میکرد و به محتواش میپرداخت و عمل میکرد و معانیش میفهمید و خطاب و پیامش را درک میکرد و میپذیرفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. آیه 31 سوره نور. ای پیامبر ما، ای پیامبر ما، کتمان حق نکن. و قل للمؤمنات، به زنهای مؤمن بگو، به مؤمنات بگو، خدا داره میگه، میگه به زنهایی که منو قبول دارن بگو، اونهایی که لقب ایمانو از من گرفتن به اونها بگو، اونهایی که حرف شنوایی از تو دارن به اونها بگو، تا اونها الگویی باشن برای اونهایی که چه؟ بالاخره حرفشنوایی ندارن و تمسخر میکنن، شاید به مرور زمان اونها هم تحت تأثیر این امر مهم و زیبا و ارزشمند و آبرومند قرار بگیرن و به مرور زمان اونها هم با حجاب بشون. قطعا اگر نوری از مسلمان تولید بشود، این نور همه تاریکی‌های پیرامونش را تحت شعاع خودش قرار می‌دهد. اگر مسلمانی دعا بکند حتی برای خلافکاران و معصیتکاران و گمراهان، نور دعای این اون تا مسیری که این دعا به اونجا می‌رسد و دعا می‌کند، اونها را اون تاریکی‌ها را تحت شعاع خودش قرار می‌دهد. کار خیر رو دست کم نگیریم که تأثیر دارد، و حرف خیر رو دست کم نگیریم. و قل للمؤمنات، چه زیبا خداوند بیان میکنه، به پیامبرش میگه به بندگان خالص من، به اون زنهایی که پذیرفتن که بنده خالص من باشن، مؤمنن و من درجه ایمان بهشون دادم، به اونها بگو که چشمهاشون را پایین بندازن اگر احساس فتنه کردن، و یحفظن فروجهن و شرمگاهشان را حفظ فرمایند. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و زینتهای خدادادیشون را برملا نکنن، آشکار نکنن، نمایان نکنن، مگر اون زینتهایی که هیچ راهی نیست و خدا اجازه داده که اون آشکار بشه، که صورت هست و دو کف دست، صورت بدون آرایش خدادادی و دو کف دست. اما اینکه گریبانشان یا یقشون باز باشد یا آستینشون کوتاه باشد یا از پایین لباسشون کوتاه باشد یا تنگ و فشرده باشد یا چادر نداشته باشند یا لباسی باشد که رنگهای جذاب و خیره کننده داشته باشد یا طلا و زیورالاتی که به خودشون میگیرن یا آرایشی که میکنن بعد میان بیرون، پناه به خدا، اینها زینت هایی هست که باید پوشانده بشود فقط برای مردی که خدا براشون حلال کرده، دور از چشم فرزندان، حتی در اتاق خواب فقط چه این زینت ها را آشکار بکند تا مردش را به سوی خودش جذب بکند و مردش را به عفت برساند، که این مرد از نگاه به محاسن زیبای خدادادی و اکتسابی همسرش از نگاه به نامحرم در امان باشد. ولی امروز زینت های زن برای کوچه و عروسی و جلسه و جشن و شادی و بازار و بیرون رفتن است و حالت طبیعی خودش برای مردش، در نتیجه مردش را وادار می کند که چشم چران باشه، چون به عفت نمی رسد. و خداوند و فرشتگان خدا چنین زنی را که سبب می شود مردش به عفت نرسد، در تقصیر و کوتاهیش هر شب و هر صبح نفرین و لعنت می کند.
بعد میگه که ولیدربن بخمرهن علی جنوبهن، به زنهای مسلمان، به زنهای مؤمن بگو که روسری هاشان را بندازن بر گریبانشان، بر یقه هاشان، تا سینه هاشان و یقه هاشان را بپوشاند و گشاد باشد، نه تنگ فشرده که برآمدگی سینه را نمایان بکنه، یا نازک که درست روسری انداخته رو سینه‌اش و رو یقه‌اش، اما اونقدر نازکه که طرف مقابل حریص‌تر می‌شود که ببیند اون روسری نازک، و خیره می‌شود که اون چیزی که از زیر اون روسری و خمر، که اصطلاح قرآنی خمر هست، تماشا کند. اما آیه بعدی درباره امر خداوند به حجاب، خداوند می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. آیه 33 سوره احزاب خداوند می‌فرماید در خانه‌هاتون بنشینید و از خانه‌ها به غیر ضرورت بیرون نروید، از خانه‌ها به غیر ضرورت بیرون نروید و عادات جاهلیت عرب قبل از اسلام رو به خود پیدا نکنید، که زنها برای نشون دادن محاسن و مفاتنشون و زینتشون بدون اینکه کاری داشته باشن، ضرورت ایجاب بکنه، میرفتن به میدان میادینی که مردا بودن، برای اختلاط، برای فتنه و فساد، برای تحریک مسائل جنسی مردا و برای انجام اعمال غیر شرعی. خداوند میگه وقرن فی بیوتکن، استقرار پیدا بکنی در خانه هاتون. و امروز چقدر زن مسلمان بیرون میرود، کاش که برای تحصیل بیرون میرفت، کاش که برای طلب علم بیرون میرفت، کاش که برای مسجد بیرون میرفت. اما خیلی از مردم وقتی زن مسلمان برای مسجد میآید، برای طلب علم میرود، برای مدرسه میرود، برای امر معروف میرود، همه علم میشن که زن از خانه بیرون رفته، زن و مسجد، گربه و مسجد، اما برای بازار و طلا فروشی میرود، آستینش تا اینجا تا بالای اون ساعدش رو بالا میزند، به طلا فروش میگوید علنگوی من را خود در بیار، یه پودری هست میزنه، علنگوهایی که چفت دستش بیرون نمیاد خود طلا فروشی در میاره، یا انگشترهایی که چسبان شده در نمیاد خود طلا فروش در میاره، و همیشه راه بازار رو بدون اینکه چه ضرورتی ایجاب بکنه، و وقتی هم بازار میره بهترین آدکلون میزنه، آدکلونی که ماندگار باشه، بهترین آرایش میکنه، جذابترین لباس رو میپوشه و خارج میشه. و خداوند اینجا میگه وقر نفی بیوت کن ولا تبرج نه، خودتون رو نشون ندید، تبرج نه، تبرج نکنید، مفاتنتون، مظاهرتون، محاسنتون رو نشون ندید. و این خصلت زنهای جاهلیت مشرک قبل از اسلامو به خودتون نگیرید. خدا بر شما منت گذاشته، خدا شما را مؤمن تلقی میکنه، خدا شما را از هدایت کامل برخوردار کرده. ای زنهای مسلمان، بی خود و بی جهت از خانه بیرون نروید و خودتون را عرضه بکنید در خیابانها و در مجالس و در میدانها و در بازارها و در عروسیها. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره زن میفرمایند المرأة عورة، او کما قال صلی الله علیه وسلم، زن عورته، زن عورته. زن عورتی یعنی چی؟ زن هم خودش عورته برای خودش، و هم زن عورت مردشه و عورت برادرشه و عورت پدرشه و عورت پسرشه. وقتی پیامبر میگه صلی الله علیه وسلم که زن عورته، تو دوست نداری که عورتت بپوشونی؟ حالا بلند شو اینجا عورتتو مکشوف بکن. اصلا یه مردی بلند بشه اینجا با شورت بیسته، معذرت میخوام. پیامبر میگه زن عورته. اگر زن عورته، عورت انسان باید پوشش داده بشه، عورت باید پوشوند. پس وقتی تفسیر پیامبر درباره زن که زن عورته و عورت و واجبه که انسان بپوشونه، وگرنه